استخر میریم. تنها کاری که توی استخر نمی کنیم آبتنی و شناس. میشینیم این لبه استخر با هم شوخی میکنیم، جوک میگیم، سیب زمینی سرخ کرده سفارش میگیم. اون وقت اون ناجی غریق بیچاره 2 دقیقه انتهای تایم استخر سود میزنه، بیایم بیرون همه میریزیم تو آب. و تو 4 ساعت وقت باشه شکار داریم. چرا لحظه باشه؟ بله تو شالا فریادم من تو رو که میبینم عاشق دیوونم دنبال بازارگادم من. داشتم میگفتم حتی فیلم های ما ایرانی هم با همه دنیا فرق میکنه. در قسمتی از یک فیلم ایرانی مادره وایستاده توی قسمت داره گریه میکنه، پسره میره پدره رو بغل میکنه. حالا مادر واقعی خودشا، بالاخره یه محدودیت هایی هست. 4 خصوصیت عمده فیلم های ایرانی. 1، همیشه از اول فیلم معلومه که آخرش بگید چی میشه. 2، امکان نداره در یک فیلم ایرانی 2 نفر عاشق هم دیگه نشن. 3، شما هیچ وقت در یک فیلم ایرانی صحنه تصادف رو نمیبینی و صداش رو میشنوی، چون خرج داره. 4، یه دیالوگ حال به همزن و تکراری. منشی با استراب استرس از اتاق میاد بیرون. آقای رئیس، من بهشون گفتم شما جلسه دارین، خودشون اومدن تو. بفهم اشکال نداره، این شد فیلم ایران. آرامش خودتون رو فقط حفظ کنید. اگه باز به تو بد کرد بازم این دل سر گشته. تعجب میکنم از شما، علارغم این که آقای محمود شهریاری اعلام کرد که برنامه شاد هست و شما هم تبدیلش منو میشناسید. من واقعا تشکر میکنم از این 3 نفری که از اول دست میزنم. سایر عزیزان هم توی راحتن راحت باشن. تعجب میکنم حتی تردید داری تو این که بخوای هیجان خودتو یا شادی خودتو بروز ده. ممکنه بعضا دنبال بهونه باشی. For example، برای مثال ممکنه بهونت مثلا قیمت پراید باشه. اصلا اون که من شنیدم حل شده. من شنیدم امروز پراید شده 7.5. ببین میخندی، برای جوک شده. اگر قبل از این کسی به تو میگفت پراید 8 تومن میگفتی برو پراید 7. الان که میگم میخندی، چون باورم نمیشه. به یکی از دوستانم چندی قبل میگفتم فلانی میدونی آیا چرا در ایران پراید شده ملاک و معیار قیمت خود رو؟ گفت نخیر. گفتم به خاطر اینکه ما عادت کردیم کوچیک فکر کنیم. چرا هیچ کس نمیگه مازراتی چند؟ 1 میلیارد خورده قیمتش. بنز S500 چند؟ پورش پانامرا چند؟ گیر دادی به پراید. یکی از راه‌های رسیدن به خدا پراید بود که اونم گرم شد. آره دیگه، پراید میخریدی تصادف میکردی یه راست میرفتی پیش خدا. داستان همینجا تموم میشه. همین مازراتی که گفتن محصول کشور ایتالیاست. در همین کشور ایتالیا خودرویی تولید میشه تحت عنوان بوگاتی ویرون. بوگاتی ویرون از نظر ابعاد و اندازه اندازه پراید تقریبا. بات اما بوگاتی ویرون 1100 اسب بخار قدرت داره. اون وقت پراید 63 خره بی بخار. همه میرن پراید از بس لحظه دست مجا بالای مامان. هنو این چیزی به من نگاه نکن، با نگاه قلب منو صدا نکن. منو بسه منو دیوونه نکن، ما رو تو دست باد شیونه نکن. گل بریا ناز بریا، گل بریا ناز بریا، خانمان ما گل بریا ناز بریا، روی
چمن و خط زدن و عرض زدن و ببینید عزیزان، من یه لحظه به خودم اومدم، احساس کردم شما دارید از سادگی من سوء استفاده میکنید. خواهش میکنم که من رو حداقل کنترل کنید، اگر اینجوری نباشه معلوم نیست بعد از این من قراره از جنیفر لوپز بخونم چه کار کنم. شماها بهتر از من میدونید که من چه حساسیت شدید روی دست دارم. وقتی که تنین صدای دستهای شما از یه حدی بیشتر میشه، دست خودم نیست، من دیوانه میشم. در ادامه صحبتم میخوام بگم که چقدر ما ایرانی ها انسان های باحالی هستیم. ببین این نمونش، جایی که نباید دست بزنی من دارم حرف میزنم دست میزنم. واقعا تحسین برانگیز این لجبازی شما. هر مشکلی که پیش میاد ببینید، اگر به شما باشه بدتون نمیاد که من یک حرکت بدنی هم انجام بدم اینجا، منتها این حرکات عاقبت خوبی نداره. جوک درست میکنیم. یکی از بچه های همسایه ما دو تا پراید داشت، الان مدتی نیست، فکر کنم زده تو کار ساخت و ساز رفته خارج، اینقدر این مسیر رفت بالا. بعد موضوع پسته پیش اومد، انقدری که همین محمود شهریاری برای من اسمس زد. این روزها تقریبا دمدمای عید بود. اگر از کنار یک آجیل فروشی رد میشی و از پشت شیشه خشکبار چشمت به این کیسه های پسته های خندان میفته، اگه دلت شکست مارم دعا کن. تا حدی که حالت تقدس پیدا کرد این موضوع. منم برای صدا من انقدر گرفتارم که اصلا نمیتونم به پسته فکر کنم، اما اگه تو پیاز دیدی و اشک در اومد از من یادی بکن.